سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه کاکتوس. 3-4 خبر بسیار فوق‌العاده و دست اول در برنامه امروز با شما در میان خواهد گذاشته خواهد شد توسط مهمانی که در کاکتوس امروز گفتگو خواهیم کرد با او. حضرت علی یکی از نام‌های آشنای جهاد در افغانستان است. او جهاد را از و حضور سیاسی و نظامی خودش را در افغانستان از عضویت در حزب اسلامی مولوی خالص آغاز کرد و سپس به کنار احمد شاه مسعود رفت و حزب مخالف و سالهای سال روابط بسیار خوبی با احمد شاه مسعود داشت. امروز با سن و سال بسیار زیاد خود در کنار احمد مسعود جوان ایستاده و در کنار جبهه مقاومت ادعا میکنه که جبهه مقاومت قرار است که به زودی یک چتری برای تمام سیاسیون افغانستان باشه. حضرت علی در برنامه امروز قرار است بگویه که عطا محمد نور رهبر حزب جمعیت افغانستان نیست و ادعای او ادعای درستی نیست. حضرت علی میخواه امروز بگویه که حکومت پاکستان به تازگی شروع کرده و حمایت از مخالفین سیاسی و نظامی گروه طالبان و با رهبران سیاسی افغانستان ارتباط برقرار کرده و آنها را به پاکستان دعوت کرده تا یک جبهه بزرگ واحد در برابر گروه طالبان بسازند. این یعنی یک جنگ در راه خواهد بود و این یعنی که ما یک بار دیگر بازیچه دست همسایه‌ها و بیگانگان خواهیم شد. نمیدونم امروز با حضرت علی گفتم. شما باز هم قرار است که بیایید و در یک شورا بنشینید و چند وقت بعد دست دوستی به سوی طالبان دراز کنید و پیشنهاد صلح با طالبان داشته باشید. آیا فکر نمی کنید که در این نزدیک به 3 سال طالبان هیچ امتیازی قرار نیست که به شما بده و هیچ امتیازی قرار نیست که برای شما قائل باشه؟ ما به هر ترتیب اول کوشش می کنیم که از صلح پیش بریم که وقتی که صلح نشد باید بر برنامه‌های دیگر فکر خواهد. چه فکر میکنید؟ آیا فاصله سیاسی میان رهبران گروه طالبان و پاکستان ایجاد شده آقای حضرت علی؟ امی آل هم پاکستان میخواد که به بزرگاه به تماس شده که بیای شما ما و شما یک برنامه داشته. آیا حکومت پاکستان مشخص به تماس شده؟ و با چه کسانی از افغانستان به تماس شدن که دعوتشان کرده که بیایید تا یک برنامه جدید را تحریزی کنید؟ بله دفتن نامای کسی ما گرفتن نمیتونیم، ولی ای را میفهم که کارها را داره شروع کرد. احمد مسعود جز کسانی هست که پاکستانی ها از او دعوت کرده باشن؟ خب به دلیل که شما میدانید احمد شاه مسعود سالهای سال در پاکستان زندگی کرد و در نبردهای اول خود حتی از سوی پاکستانی ها حمایت شد. ای که باید چه موافقه رسیدن ای تو چیزی اطلاعی نداریم، ولی رابطهشان هم رد نمیتونم بکنیم. حتما شاید رابطه داشته باشیم. سلام و وقت بخیر، امیدوار هستم خوب باشید. وکیل صاحب سپاسگزار از اینکه وقت دادید تا با شما یک بار دیگر به گفتگو بنشینیم، به دلیلی که در این شب و روزها حوادثی در درون افغانستان در حال شکل گیری است که من فکر میکنم شما و یارانتان در جبهه مقاومت بسیار زیاد بی تقصیر نیستید در اتفاقات اخیر. حداقل از سوی گروه طالبان و رهبران گروه طالبان شما متهم هستید به نفاق افکنی و تفرقه اندازی در بین مردم افغانستان، مخصوصا در بدخشان. اما به هر صورت سپاسگزار که امروز با ما وقت دادید تا با شما صحبت کنیم. بسیار زیاد خوشحال و خرسند خواهیم شد که نزدیک به 1 ساعت حقایق بسیار زیادی را از شما بشنویم. آقای حضرت علی یکی از فرماندهان بنام و زبده زون شرق افغانستان و وکیل پیشین پارلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر لشکری سه محترم. شما بهتر میدانی که مسائل افغانستان خصوصا در این روزای شب و روزای بدخشان به سرمی. امروز هم مردم تظاهرات داشتن، کل مردم برآمدن، جنجالای زیاد است. امروز مسائل بدخشان حل نشده، تظاهرات جریان داره امروز. بله صاحب، بسیار عالی. من میخوام سوالات بسیار زیادی را در باره بدخشان، در باره افغانستان و نقش شما و یارانتان در جبهه مقاومت در اتفاقات بدخشان را بدانم که چیست، اما به هر صورت از اینجا آغاز میکنیم که من اطلاع یافتم که امروز یک جلسه بسیار مهم در شهر و کشوری که شما زندگی میکنید انجام شده.
من میخوایم بدانم که آیا این جلسه جلسه جبهه مقاومت، رهبری جبهه مقاومت و با حضور آقای احمد مسعود بود، و اگر بود چه فیصله هایی و چه چیزهایی در این جلسه گفته شد و گرفته شد؟ البته ما دیروزم جلسه های آنلاین داشتیم، آقای مسعودم بود، امیر صاحب مسعود، دوستای دیگه هم بودن، امیر صاحب اسماعیل خان بود، استاد عطا محمد نور بود، دیگه دوستایی که فکر میکنی قانونی سه دیگه دوستا همگی بودیم. جلسه گرفتیم که در این دوستیکا باید یک جای کلگی دوستا جمع شوند تا که بتوانیم یک برنامه خوبی بگیریم. بسیار خوب. آقای حضرت علی، من میخوایم این را بدانم که دفتن ما اطلاع ندارم که البته در جایی که احمد مسعود جوان ما میباشه اوجا همیشه جلسه میگیرن، شب و روز جلسه میباشه، ولی دیروز که جلسه داشتیم در این فیصله شد که در این روزا باید ما و شما کلگی بزرگا یک جای باید جمع شوند، یک برنامه خوب باید بگیریم. بسیار خوب. جلسه ای که با حضور شما و دیگر رهبران فرماندهان افغانستان برگزار شد، درست است؟ بله. بسیار خوب. در این جلسه شما تایید میکنید که آقای احمد مسعود، امیر صاحب اسماعیل خان، عطا محمد نور، یونس قانونی و دیگر رهبران بزرگ افغانستان حضور داشتند. دیگر آقای صاحب المار بود، وزیر صاحب دفاع بسم الله خان بود، ما بودیم. دیگر دوستای نامش کلگی شد نشد، دوستای زیادی دیگه هم بودن. بسیار خوب. آقای حضرت علی، ما میخوایم دو فرد را بدانم که در جلسه شما حضور داشت، یعنی آقای محمد محقق یا کریم خلیلی و آقای مارشال عبدالرشید دوستوم یا فردی مثل جنرال ملک از قوم ازبک افغانستان. البته همراه مارشال صاحب همیشه با تماس و هماهنگی داریم و محقق صاحب اونا همیشه در این شورا هماهنگ هستند. دیروز جلسه که داشتیم تنها از جمعیت بود، ولی همیشه با مارشال صاحب و با محقق صاحب دیگه دوستای همگی که افغانستان سرشناس هستن، همگی دوستا با همی یکی دیگه با تماس هستن. بسیار خوب. همین نقطه ضعف جبهه مقاومت ملی، نقطه ضعف شما و نقطه ضعف احمد مسعود است. اینکه شما، احمد مسعود، امیر صاحب اسماعیل خان به قول خودتان، آقای بسم الله محمدی، آقای عطا محمد نور، آقای یونس قانونی، همه از یک کیش و یک تبار و یک خط فکری و یک حزب در کنار یکدیگر جمع میشید و برای تمام مردم افغانستان قصد دارید تصمیم گیری کنید، در حالی که یک قوم بزرگ دیگر مثل قوم هزاره هیچ نماینده‌ای در جلسه شما نداره، در حالی که یک قوم دیگر به نام قوم ازبک هیچ نماینده در میان شما نداره، و شما در این جلسات خود به دلیلی که بتانید محدودیت قومی ایجاد کنید بیان میکنید در آخر جلسه که این جلسه جمعیت بوده و این جلسه جبهه مقاومت نبوده، در حالی که در همان جلسه شما مباحثی در رابطه با جبهه مقاومت داشتید که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت هم در اون جلسه حضور داشته. فکر نمی کنید که تکروی ها و یکتازی های احمد مسعود دور از اقوام دیگر باعث ناکامیتان تا امروز شده؟ نه، ما براتان گفتم که دیروز جلسه که داشتیم با مارشال صاحب و همه قوم‌های دوستای دیگه که سرش فکر میکنیم، همگی وقتی دیگه با هم هماهنگ هستیم، رابطه خوبی داریم، شورا داریم، ولی دیروز تنها از جمعیت جلسه بود، دو جمع فیصله شد که دمی نزدیکا باید خود مارشال صاحب یا نماینده یا محقق صاحب دمی روزایی که فیصله شده باید با همگی باید دوباره بیا جمع شده. بسیار خوب. پس اگر جلسه تنها جلسه جمعیت بوده، چرا فیصله شما، فیصله ملی برای دیگر اقوام هم بوده، چرا بحث مارشال عبدالرشید دوستوم و بحث محمد محقق به میان آمده؟ جلسه جمعیت یک جلسه متفاوتی بوده که هنوز رهبری او هم اتفاقا در حاله از ابهام است. آقای چکری در درون افغانستان میگه که معاون حزب جمعیت او است و جمعیت هنوز رهبر نداره، از سوی دیگر آقای عطا محمد نور ادعای رهبری داره. اگر جلسه واقعا جلسه حزب جمعیت بوده و جلسه جبهه مقاومت نبوده، پس چه دخل و تصرفی بر رهبر وحدت و رهبر جنبش داره؟
البته در این جمعیت یک تنظیم بسیار بزرگی است. شما میدانید که داخل بیرون همه جای هستند تا آرام آرام جمعیت مشکلات خود داشتند، ولی حالا در این روزا اکثر جمعیت با هم یک جای شدن، برنامه ریزی داره میکنیم که داخل که بیرون کسی انشالله بیرون نخواهمان کلگی انشالله با هم یک جای جمع میشه. بسیار خوب. یک ما میخوایم این سوال دقیقاً از روی خط بخوانم. دقیقاً این سوال از روی خط بخوانم و پاسخ مشخص از شما داشته باشم جناب وکیل صاحب. جنرال مراد علی مراد، جنرال نظام پیشین افغانستان، دشمن درجه یک گروه طالبان، کسی که سالهای سال در میدانهای مختلف در برابر گروه طالبان ایستاد و جنگید، در کاکتوس گفت احمد مسعود به ما گفت که ما جنگ و حمایت و حضور شما هزارها را در کنار خود نیاز نداریم. امانی معاون قوای خاص پلیس افغانستان گفت که احمد مسعود در پنچر در دفتر خود از پشت دروازه اتاق خود به من پیام فرستاد، در حالی که من ساعتها در دهلیز اتاق او در انتظارش بودم، که شما کسی هستید که قصد دستگیری سارنوال کرام‌الدین کریم را داشتید و من شما را در کنار خود قبول ندارم و نمیپذیرم. مسعود اندرابی در یک پیام واتساپی که نشر شد در سوشال میدیا میگه که مسعود، احمد، تو کسی نیستی که تماس‌های من و تلفن‌های من را پاسخ نمیدی و حاضر نیستی پیام‌های من را پاسخ بدید. فکر نمی‌کنید که تنها احمد مسعود و امرالله صالح و بسم الله محمدی نمیتونن دایدار و یا تلایدار مقاومت در برابر گروه طالبان باشن آقای حضرت علی؟ و فکر نمی کنید که این تکروی ها یک اشتباه بسیار بزرگ تاریخی دیگر خواهد بود؟ من فکر می کنم که هر کس نظریات خود داره، هر کس فکر خود داره، هر کس از فکر خود داره صحبت می کنن، ولی این را می توانم بگویم که عمر صاحب احمد مسعود هیچ وقت این حرف را فکر نمی کنه باشه که من هیچ کسی پالوی خود دیگه داره یا دیگه کام دوست ندارم که پالوی من باشه، مثل قهرمان شهید و نمو صدایی که پدرش می کشید، این همیشه خاطر جمع کردن مردم، هماهنگی مردم، همیشه صدایی است که کل ملت افغانستان باید به یک جا جمع شوند، کلگی باید به یک فکر کار کنه، ولی من هیچ وقت فکر نمی کنم که احمد مسعود این حرف زده باشه. پس چرا در حال حاضر کسی در کنار احمد مسعود بجز آقای امرالله صالح و بسم الله محمدی و احمد ضیا مسعود و احمد ولی مسعود که کاکاهایش میشن و اینها، چرا کسی دیگری در کنارش نیست آقای حضرت علی؟ در این روزا کلش انشاءالله به نزدیکا کلگی به هم جمع خواه شدن، شما خبر خواه شدی، همگی انشاءالله به هم امید کل بزرگا چه شورایی که از جمعیت بود دیگه هستن انشاءالله در این نزدیکا کلگی به هم یک جای جمع میشیم، انشاءالله هر برنامه که صلح باشه، هر چیزی که باشه پیش خواه بردیم. چه پیامی خواهد داشت این اجماع رهبران سیاسی افغانستان آقای حضرت علی؟ به مردم ما به هر ترتیب اول کوشش میکنیم که هر ترتیبی که شوه باید هر برنامه که باشه از صلح پیش بریم، که وقتی که صلح نشد باید برنامه دیگر را فکر خواه کنیم. بسیار خوب. پس این فیصله ایست که شما روز گذشته در جلسه رهبری حزب جمعیت با آن رسیدید که به زودی یک اجماع بزرگ با حضور همه رهبران سیاسی از همه اقوام شکل خواهد گرفت و در آنجا ابتدا طرحی برای صلح پیشنهاد خواهد شد و اگر به نتیجه نرسید راه های دیگری را برای مبارزه در برابر گروه طالبان اعلام خواهید کرد، درست است؟ این تمام نتیجه جلسه روز گذشته ایتان بوده. امیاله که شورای که ما داریم خود رهبر جهاد استاد عبدالرؤوف سیاب، نماینده ارگندیوال صاحب، کماندان صاحب تادین خان، دیگه دوستا در این شورا یک شورای بسیار وسیع داریم. کلگی در این روزا کوشش میکنیم که در هر نقطه ای که باشه در یک جا کلگی باید جمع شویم، به یک پرگرام سالم باید پیش بریم.
طالبان، من دوباره برمیگردم به بحث احمد مسعود با شما، و بس تمام نشد جناب وکیل صاحب، اما به هر حال چون بحث شما آوردید طرف شورای رهبران و فرماندهان سیاسی و نظامی افغانستان، میخوایم این سوال را کنم. طالبان نزدیک به 3 سال است که نه شما را قبول داره، نه شورایتان را قبول داره، نه جبهه‌تان را قبول داره، جنگتان هم جنگ پلید میدانه و حاضر نیست با شما با گفتگو بنشینه، حاضر نیست که با شما صحبت کنه، حاضر نیست که ولسوالی را چک یک قریه را برای شما قریه داری شبته. شما باز هم قرار است که بیایید و در یک شورا بنشینید و چند وقت بعد دست دوستی به سوی طالبان دراز کنید و پیشنهاد صلح با طالبان داشته باشید؟ آیا فکر نمی کنید که در این نزدیک به 3 سال طالبان هیچ امتیازی قرار نیست که به شما بده و هیچ امتیازی قرار نیست که برای شما قائل باشه؟ فکر میکنم که هر افغانی که چه داخل کشور است بیرون کشور است حق داره، ای که اونا قبول دارن ندارن او کار خودشان است. وقتی که طالبان در قدرت آمدن یک برنامه ریزی شده یا برنامه بین المللی بود که داخل کشور شدن، طالبان آورده شدن در کشور، ای که اونا مردم ای کلانا و ای بزرگارا قبول ندارن، ای که حالا هر مشکلی که آمده او یک مشکلی بود که سر افغانستان آمد، ولی حالا فکر میکنیم که اینمی رهبرا هستن، اینمی مجاهدین هستن، احمد مسعود هم بچه قهرمان شهید است، ولی اینا که اونا قبول ندارن او کار خودشان است. نه، شما در رابطه با آقای حضرت علی، ببینید شما در رابطه با یک جغرافیایی به نام افغانستان صحبت میکنید در اجماعتان در آینده، حاکمان او جغرافیا ملا هیبت الله و سراج الدین حقانی و ملا یعقوب هستند که نه شما میترسند نه شما را قبول دارند و شما را اتفاقا دست نشانده ها و نمایندگان بیگانگان و غربی ها در کشور میدانستند و میدانند، حاضر نیستند که با شما گفتگو کنند، حاضر هستند که شما را عفو کنند، ببخشند و به محکمه نکشانند و اجازه بدن که شما مثل کرزای دکتر عبدالله در افغانستان فقط زندگی کنید نه سیاست. تصمیمتان چه خواهد بود؟ شما بزرگانی که هر کدامتان ادعای طرفداران میلیونی را دارید، از تا محمد نور گرفته تا بسم الله محمدی تا احمد مسعود تا امرالله صالح که طرفداران میلیونی ادعا دارید، تصمیمتان چه خواهد بود؟ چه خواهید کرد؟ شما خب سلاح کشیدید، جنگ کردید، پنجشیر را میخواستید بگیرید، نتانستید، نگاه کنید شما را بیرون انداختن، چه خواهید کرد؟ مردم افغانستان میخواهند بدانن که چه خواهید کرد جناب وکیل صاحب. ببین، من بازم براتون میگم، من تلاش خود میکشم خاطر کشور خود، ولی اونا هر فکری که خودشان دارن اونا اگه ما را قبول ندارن خود شما هم میپامی. من مردم افغانستان و نموج دیروزم بودیم، امروزم انشالله صاحب کشور خواه شدیم، ولی ای که ما را میگن که اینا بیگانه و پلانی آورده، طالبان را که آورده، امیال کدام گروه آورده اینا را؟ خب در کشور که تسلط دادن قدرت گرفتن یک کسی بود که اینا را آورده، چطور ما چه شدیم اونا نشدن؟ هیچ رقم میشه. بسیار خب وکیل صاحب، من میخوایم یک بار دیگه برگردم به جلسه روز گذشته ایتان. در جلسه روز گذشته آیا میان بزرگان حزب جمعیت در رابطه با رهبری حزب جمعیت هم سخنی به میان آمد یا که نه همه در حالی که همه به قول شما حضور داشتن از بزرگان حزب جمعیت رهبری و ریاست آقای عطا محمد نور قبول داشتن و جلسه روز گذشته را هم آقای عطا محمد نور رهبری میکرد؟ البته حالا دفتن شورایی پیش میریم تا که در یک جای برسیم باز سرش فکر خواهیم کرد، باز فقط شورایی پیش میریم. منظور از شورای کدام سیستم است آقای حضرت؟ همین منظور شما جمعیت بود که این شورا کسی یک کس رهبریش میکنه یا چه رقم پیش میده؟ بله، ولی آن جمعیت که جمع شده کل دوستا جمع هستن فقط بر حساب شورایی پیش میده. پس آقای عطا محمد نور جلسه را روز گذشته رهبری نکرد و به عنوان رهبر حزب جمعیت در جلسه حضور نداشت؟
جلسه حضور دارن، کلگی حضور دارن، ولی نه منظور من این است که منظور من این است آقای حضرت علی که آقای عطا محمد نور روز گذشته به عنوان رهبر حزب جمعیت در جلسه حضور داشت یا اینکه نه به عنوان یکی از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت. هر کس کارهای خود کنار گذاشتن، کلگی به چه جمع شدیم شورایی پیش میریم. هر وقت که به جای رسیدیم باید جمعیت باید به یک چیزی سیستم باید پیش خواهدیم. حالا دقیقا هیچ کس در شورا رهبریت خود نمی کنه. هر کسی که موقف خود داره در شورا ما جمع میشه. بسیار خوب. پس گلایه هایی که من یک مصاحبه با آقای چکری داشتم، آقای عطا محمد نور بعد از مصاحبه من آمد در یک پیام ویدیویی در صفحات سوشال میدیای خود، مخصوصا در صفحه ایکس شدیداً انتقاد کرد نسبت به او برنامه و گفت که من رهبر حزب جمعیت هستم، انتخابات کردیم، بزرگان حزب جمعیت مرا انتخاب کردن، ولا غیر، هیچ کسی دیگرم قبول ندارم، هر کس هم که میگه اشتباه میکنه، رسانه هام که میگن رسانه هام پایبند دموکراسی و نمیدانم ارزش های حقوقی و این داستان ها نیستن. پس جالب است که روز گذشته آقای عطا محمد نور نه به عنوان رهبر بلکه به عنوان یکی از اعضای حزب جنبش حزب جمعیت رفته و در اون جلسه حضور داشته. بسیار خوب. آقای حضرت علی، یک سوال بسیار زیاد عمده و اساسی که به میان می آید اویی است که من از شما می خواهیم این را بپرسم که شما با تجربه چند دهه حضور در جنگ و سیاست، از حضور در حزب اسلامی شاخه مولوی خالص گرفته تا حضور در پارلمان افغانستان، مسیر احمد مسعود و جبهه مقاومت را که تنها انحصار یافته به نزدیکان خود احمد مسعود و چند هم ولایتی احمد مسعود مثل امرالله صالح و بسم الله محمدی را، مسیری در رسیدن به سوی موفقیت میدانید یا این حرکت را یک حرکت ناکام؟ البته وقتی که یک آدم یک کار شروع میکنن بالاخره هم کامیابی داره هم ناکامی داره. امی که خودش احمد مسعود دمی عمرش مردم داره جمع میکنه، یک تشکیل درست کرده، یک هماهنگی را درست کرده، دیگه آرام آرام پیش میریم که انشالله که بالاخره آدم به یک جای میرسن. بسیار خب، پس شما به عنوان یک سیاست مدار زبده به حرکت احمد مسعود امیدوار هستید و فکر میکنید که حرکت درستی است؟ انشالله. بسیار خب. آقای حضرت علی، یک سوال دیگری که پیش میایه و من میخوایم از شما بپرسم این که شما روز گذشته در حالی جلسه جمعیت را برگزار میکنید که در یکی از ولایت های جمعیت نشین که اکثر شهروندان او ولایت عضویت حزب جمعیت را دارند، بدخشان، طالبان شهروندان را میکشند، زخمی میکنند، به خانه های شهروندان بدخشانی گویا در وقتی که مردان در نماز جمعه بودند یورش بردند و به ناموس و زنان بدخشان دسترازی کردند به قول خود شهروندان بدخشان. آیا در رابطه با بدخشان هم صحبت شد؟ در رابطه با بدخشان هم تصامیمی گرفته شد؟ فیصله هایی شد یا نه؟ البته بیانیه شورا داده، شاید بیانیهش شما شنیده باشی، ای که امرایشان طالبا زیر چیزشان اونا هستن، اونا تظاهراتشان حق داشتن که باید تظاهرات کنن، تجاوز شده، مردم اذیت کردن، اونا کشتن، امروز هم مشکلات داشتن، ولی ای که او طرف باز طالبا سرشان ظلم کردن، به این خاطر یک بیانیه شورا داده. ولی بسیار خوب، من میخوایم این را بدانم که آیا شما با یا اعضای حزب جمعیت با شهروندان بدخشان در ارتباط هستید؟ آیا با تظاهر کنندگان و مظاهره کنندگان در ارتباط هستید؟ با کسانی که این تظاهرات را در بدخشان مدیریت می کنند در ارتباط هستید یا نه هیچ ارتباطی با آنها ندارید؟ طبعا جبهه مقاومت امرایشان حتما به تماس هست، مردم اندوی بدخشان هستند و کلاشان خود بزرگا یکی دیگر به تماس هستند. بله. بسیار خوب، پس این اتهام، این صحبت رهبران گروه طالبان یک اتهام نیست، دقیق هست و یک تایید جرم است. اینکه میگویند تظاهرات در بدخشان کار مخالفین گروه طالبان
است که با نفاق اندازی میان مردم میخواهند که در برابر گروه طالبان بایستند. پس شما و جبهه مقاومت همان کسانی هستید که مردم را در بدخشان به تظاهرات تشویق کردید. نه گوش کن، تظاهرات شاید شما بپامه که دستای دیگه طرف خواب بود. مردم خاطر که همدردی امرایشان داریم، کشور ما است، افغانستان حق داریم که پرتان بکنیم، هر جا که چی میشه باید محکومش کنیم. ولی ای که ما مردم خاطر تظاهرات چقدر باشیم، نه اصلا این گفا وجود نداره. این گفا از جای دیگه است که مردم را کسی هر کسی که تظاهرات چه برابر میکنن، نه فقط بیانیه و موحدی که لازم بود داره. ای که امراشان به تماس هستن این درست است، ولی این که خاطر تظاهرات مردم ها چقدر باشن، نه مردم خودشان سرشان ظلم شده، خودشان خیستن، خودشان در سرپا بران جبهه مقاومت اونا را چقدر باشن، نه این تو چیزی معلومات ما ندارم. بسیار خوب، مردم ولسوالی ارگو آقای حضرت علی همین امروز که ما با شما صحبت میکنم که هموطنان ما این برنامه ضبط شده در تاریخ 13 مه یک فراخوان دادن، یک فراخوان قیام عمومی دادند، قیام عمومی در بدخشان، و بخشی از این فراخوان را من میخوایم بخوانم که شما هم بشنوید که احتمالاً تا هنوز نشنیدید. گفتن که ما برای دفاع از عزت و ناموسمان حاضر هستیم که جانهایمان را قربانی کنیم. ما مردم ولسوالی ارگو از تمام مردم مسلمان و متدین افغانستان به خصوص مردم سلحشور بدخشان میخواهیم که علیه ظالمان و متجاوزین که به خانه و شرف و عزت ما تعرض نمودند ایستاد شوند. بناً از مردم بدخشان میخواهیم که از دور و نزدیک به تجمعات مردمی در ولسوالی ارگو یک جا شوند و در دیگر مناطق نیز علیه طالبان قیام و ایستادگی نمایند تا کاخ ظلم و استبداد متعصبین فرو ریزد. با احترام مردم ولسوالی ارگو. البته این فراخوان بیشتر هست، من هم قسمتی که نیاز بود را برایتان خواندم. البته بخشای مهم دیگری هم داره که بخشای مهم شما میتونید بخوانید، در صفحات اینترنتی حتما نشر خواهد شد. جناب حضرت علی، آیا این تظاهرات مردمی و قیام عمومی در بدخشان میتونه یک موقعیت خوب برای شما و جبهه مقاومت باشه تا در بدخشان حداقل بتونید در برابر طالبان بایستید و یک جغرافیا را نسبی از آن خود کنید، یا نه زورتان نمیرسه؟ ما فکر میکنیم که تظاهرات بدخشان شاید دستای چند گروپی که اوجه داعش وجود داره، گروپ های مخالفین دیگه همسایه اوجه وجود داره، همسایه در این تظاهرات شاید دست داشته باشن بعضی کشورهای همسایه، ولی مردم خودشان هم سرشان ظلم شده. ای آر آمده ای که به نفع طالبان هم نید، ای کدام طرف باید ضررش میره این نمیفهم. ولی باید چیزایی که شما باره این چیزا در پرسان میکنید جمعیت و بدخشان، ما سخنگو هم داره میتونی با شمارش بدیم و اون بیشتر صحبت بکنیم، کل پیسلا به جمعیت براتان خواب بکنست. نه اما من میخوایم از شما این رو بدانم که آیا تظاهرات در بدخشان و قیام مردمی را در بدخشان به عنوان یک مقاومتچی و به عنوان یک جمعیتی حمایت میکنید؟ با آنها یک جا هستید؟ کاری اگر از دستان ساخته است برای مردم بدخشان انجام میدید یا نه تنها یک بیانیه دادید و تمام؟ بیانیه باز پیش سر ما براتان گفتیم که ما در این روزا مشوره داریم، در این روزا نزدیک جمع میشیم، باید ببینیم که مشوره ما چه میشه، به او وقت باز صحبت خواهیم. بسیار خب، پس تا هنوز هیچ فیصله ای در رابطه با اینکه شما در کنار مردم بدخشان هستید یا نیستید نکردید؟ نه، باید دوستا باید همه گی باشن، به هم باید فکر باید پیش برن، باید من چیزی گفتن نمیتونم. بسیار خب، پس جالب این است که هنوز هم جبهه مقاومت و مردم و اعضای رهبری حزب جمعیت تصمیم نگرفتن که از مردم بدخشان حمایت کنند یا نکنند. بسیار خب، وکیل صاحب یک سوالی که شاید شما زیاد هم از او سوال خوشتان نیاید اما اگر جواب بدید خوب است، بخاطر که سوال در ذهن همه مردم افغانستان است، از جمله خود من که میخوایم از شما بپرسم. شما عضو جبهه مقاومت هستید یا نیستید؟
ما جبهه عضو مقاومت ما به سر روابط همراه قهرمان بچه قهرمان شهید قبلا هم رابطه خوب داشتیم، حالا هم رابطه خوب فوق‌العاده داریم، هیچ مشکلی مثل رابطه بسیار خوب یکی دیگر همکار هستیم، هیچ مشکلی نداریم. عضو جبهه مقاومت هستید یا تنها یک رابطه دوستی با احمد مسعود دارید؟ نه هستیم و هم هستیم و هم اگیم. بسیار خوب، همین برای من مهم بود. آقای حضرت علی، جلسه روز گذشته رهبری حزب جمعیت در کدام کشور برگزار شد؟ همیشه ارلند ما صحبت میکنیم، هنوز باز او که سلا نکدیم که کدام کشور جمع خواه شدیم، همیشه یه دیگه جای باز صحبت میکنیم. اما من فکر میکنم شما در ایران هستید. از یکی هستیم که همیشه صحبتی که میکنیم، ما در یک جای الان جمع نشدیم که یک کشور جمع شویم کلگی، گه یک جای میباشیم گه دیگه جای مشد یوان و خموج زندگی میکنیم. بسیار خوب، پس جلسه یه روز گذشته رهبری حزب جمعیت به صورت آنلاین برگزار شده و کسانی که شما نام گرفتید همه در یک کشور در زیر یک سقف جمع نشده بودند که در کنار یکدیگر یک جلسه رو برگزار کنند. بله، همینطور. بسیار خوب. آقای حضرت علی، اگه اتهام به شما وارد بود، من می‌خوام اینو از شما بپرسم به دلیلی که بحث ایران پیش آمد. زمانی که شما در پارلمان بودید، بعضی‌ها گفتن که شما نفوذی کشور ایران و سپاه پاسداران ایران در حکومت افغانستان هستید، چند میلیون دلار دریافت کردید برای اینکه نفاق و تفرقه بیاندازید میان مردم افغانستان. امروز هم فکر می‌کنم شما در ایران هستید. چقدر رو بحث راست بوده و چقدر بحث روابط شما با حکومت ایران درست است؟ اگر یادتان باشه او انتخاب چه که شد، او وقت هم ما ردش کردیم، ایت بیبنیت بود. باز اونمون کسی که چه کرده بودن اونا در سارنوالی چه کردیم، هیچ کسی حاضر نشد که اسناد پیش بکنن. او را قبلا هم رد کرده بودیم، ما هم ردش میکنیم. اصلا این چیزی این تو چیزا وجود نداشتن. ولی رابطه طبعا کشور اسلامی کل افغان ها و نموجه هستن، ما هم نموجه زندگی میکنیم، ولی کشور اسلامی است، ما رابطه داریم، ولی او چیزایی که در افغانستان بود او اصلا بنیاد نداشت. یعنی شما تایید میکنید آقای حضرت علی که رابطه تان با حکومت ایران وجود داره، اما برای اینکه هدفی را دنبال کرده باشید، هدفی از حکومت ایران را در افغانستان دنبال کرده باشید و پولی دریافت کرده باشید، دروغ است. او چیزایی که در افغانستان کسی اتهام کرده بوده او بی‌بنیاد بود. همه مردم افغانستان چند میلیون عالم در ایران زندگی میکنن و نموجه طبعا که زندگی میکنن، رابطه هم مجبور هستیم که داشته باشیم، یک کشور اسلامی است و نموج زندگی میکنیم. ولی ما براتان گفتم میتونم که اون نموج چیزی که بود او بنیاد نداشت، او رو من رد میکنم. قبلا هم رد کردیم، ما هم ردش میکنم. بسیار خوب. ایرانی ها با توجه به رابطه که شما با ایران دارید، ایرانی ها از جبهه مقاومت و از حضور شما و ایستادگی تان در برابر گروه طالبان که قطعا حمایت نمی کنند به دلیلی که بیشتر در کنار گروه طالبان هستند تا در کنار شما، درست است؟ طبعا به شما بهتر معلوم است که همه کشورها حالا به طالبان یک هماهنگی خود دارن، حالا طبعا که جبهه مقاومت و مقاومت کسی کمک بکنه هنوز چیزی وجود نداره. بسیار خوب، پس شما حمایت ایران از جبهه مقاومت را رد میکنید. بسیار خوب، اما بحث ایران پیش آمد، همسایه های افغانستان، بحث یک همسایه دیگر افغانستان که اتفاقا بسیاری از مردم افغانستان از او شاکی هستند و ناراحت هستند، پاکستان هست. در این شب و روزها پاکستان حریم هوایی و زمینی افغانستان را در هم شکسته.
که طالبان ادعایشان این بود که ما از مرزها خوب دفاع میکنیم، پاکستان تا زورشان میرسه افغانستان را در این شب و روزها مناطق مرزی را بمباران میکنند و میگن که ما پناهگاه های طالبان پاکستانی یا تی تی پی را بمباران میکنیم، مخالفین خود را بمباران میکنیم و تحرکاتی هم در مرز افغانستان و پاکستان از سوی نظامیان پاکستانی صورت میگیره که برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. چه فکر میکنید؟ آیا فاصله سیاسی میان رهبران گروه طالبان و پاکستان ایجاد شده آقای حضرت علی؟ فکر میکنم که پاکستان آن چیزیه که به مردم افغانستان مشکلات وجود آورده او پاکستان است. اون امو تی تی پی را پاکستان کمک میکرد، امرای طالبا به هم همکار بودن، ولی آلا دامن خودشان افتادن. ای که بمبار داخل میکنن بیرون میکنن، ای کار خودشان است. ای طور است که تی تی پی در پاکستان میکنه، پاکستان امی حال هم ما که امرایتان صحبت میکنه، خود آنمو مولاناش گفت که ما 30,000 طالب به افغانستان و طالبا کمک کردیم. شاید شما هم شنیده باشید. جاد ما که هست امیال هم پاکستان فقط یک پروژه را میگره، او که پوره شد دیگه پروژه میگره. حالا پشت سر طالبا داعش را کمک میکنه، این گروپ های دیگه هم که هستن اونا را کمک میکنه. حالا به مردم پاکستان و بعض دوستای سیاسی مردم های دیگر کلگی به تماس شده که شما بیایید، ما همراهتان یک هماهنگی داشته میباشم، کمک میکنم. ولی ما فکر میکنم که از چیزی که یاد ما میشه، چه کلان ما رهبرای ما کشته شده، چه جوانای ما کشته شده، چه مهاجر شده، چه این بدبختی که امروز آمده سر افغانستان، این را کلش آیسه پاکستان سر این بلا را سر افغانستان آورده. اینمی طالبا را در پاکستان اونم ما تعلیم دادن، اونم ما آوردن. امروز میره که طالب فلانی را جای میده و بستانی را جای میده. خب امی آلا هم پاکستان میخواه که به بزرگاه به تماس شده که بیای شما ما و شما یک برنامه داشته باشه، ولی پاکستان تل مدام مثل یک چه مردم استفاده کرده. حالا میخواه استفاده بکنن، پاکستان برنامه سالمی نداره. امیالا به مردم داعش به ضد طالبا کمک میکنن، او تا همه ترورست های دنیای که هستن در افغانستان جمع شدن، ولی این سیاست پاکستان من نمیفهم که چه رقم سیاست داره میده. آقای حضرت علی، ما میخوایم یک بار این موضوع رو بیشتر با یک دیگر صحبت کنیم. این که پاکستانی ها با بزرگان سیاسی افغانستان در تماس شده رو از شما میشنوم و میخوایم کمی بیشتر بگویید تا مردم افغانستان هم بدانن. آیا حکومت پاکستان مشخص به تماس شده و با چه کسانی از افغانستان به تماس شدن که دعوتشان کرده که بیایید تا یک برنامه جدید را طرح‌ریزی کنیم؟ ولی من چیزی که معلومات دارم در شب روزا به کلگی به تماس شدن که شما باید بیایی، ما و شما یک برنامه داشته باشیم، یک برنامه پیش بریم، هر چی که شما میگی ما این کار را میکنیم. ولی دفتن نامای کسی ما گرفتن نمیتونیم، ولی این را ما میپوام که این کارها را داره شروع کردن. منظورتان فقط اگر نام کسی را نمیگیرید، اگر واضح‌تر بگویید آیا با رهبران سیاسی در تماس شدن یا با فرماندهان نظامی افغانستان؟ بیشتر با سیاسیون در ارتباط هستن یا با نظامیان جناب حضرت علی؟ همه چیزی که فکر میکنی سیاسیون نظامی هستن و کلگی با تماس شدن. حکومت پاکستان طرحشان چی بوده؟ آیا کسی از پاکستانی‌ها پرسیده که به دنبال چی هستن؟ طرحشان فقط یک استفاده است که از طالبان را بترسانن که اینا ما اگه شما حرفای ما را و گفای ما را گوش نمی کنی، ما دارم دیگه هم در ضد شما میتونم که استفاده بکنیم. این تو یک فکر شاید داشته باشه. آیا سیاسیان و نظامیان افغانستان دعوت حکومت پاکستان را پذیرفتن؟ اطلاع دارید؟ انوز ای چیزا شاید بازشان بپد چه بکنن، بازشان نه، ولی هنوز علنی این کار صورت نگرفته، ولی دارن کار میکنن. این چقدر جدید هست؟ یعنی در همین شب و روزهای حکومت پاکستان تماس گرفته آقای حضرت علی؟ در این شب و روزها در این فکر هستن. بله.
بسیار خوب. و یک تعداد از سیاستمداران افغانستان که در پاکستان زندگی میکنند، اونها خود طبیعتاً احتمالاً که با حکومت پاکستان همراه باشند. طبعاً گوجه هم که هستن سیاست پاکستان هم مردم افغانستان فهمیدن دو مجبوریت که گوجه افتادن، طبعاً شاید هم یک مجبوریت خود داشته باشند، ولی مردم افغانستان میفهمد پاکستان قبلاً چه کده، حالا چه میخواید، فرداش باز چه میکنن، شکل و فکر داشته باشه، افغان باشه، مسلمان باشه، باید از این دفعه باید بفهمند که پاکستان تل مدام ما مردم خراب کرده افغانستان. بسیار خوب. آقای حضرت علی، به دلیلی که شما از مناطق مرزی با پاکستان در افغانستان مبارزات را آغاز کردید و حضور خودتان در نظام و در سیاست افغانستان پررنگ کردید، میخوایم بدانم که آیا حکومت پاکستان مشخص با شما هم به تماس شده و آیا شما هم دعوت کرده که به برنامه آنها بپیوندید؟ البته ما به شهر دوست دارم که پاکستان همسایه ماست، یک کشور اسلامیه، روابط خوبی داشته باشیم، همراهشان همکار باشیم، ولی متاسفانه هیچ باوری سر پاکستان آدم نمیتونه بکنه که اونمو رقم که همسایگی یک انسان یا یک چه دوستانه همراهشان رابطه داشته باشیم، او رابطه سالمی باشه، او رقم ما هنوز اعتبار سرشان ندارم. نه، من میخوایم این را بدانم آقای حضرت علی، تایید کنید یا رد کنید که آیا حکومت پاکستان شما را هم دعوت کردن؟ شما را هم دعوت کردن که به همراه ما کدام روابطه که این را تمارا دعوت کرده باشه شخص خود ما؟ نه. اما اطلاع دارید که دیگر سیاستمداران بزرگ افغانستان را دعوت کردن؟ این را ما که از این مسجدی که دارم میگم به این زبانم رای شما صحبت میکنم، هر پای مرم کل مردم باید فردا تو مردم گوش میکنن میشنون، من هیچ چیزی از خود نمیگم تا به من معلومات نباشه. این واضح میپامم که پاکستان فقط یک پروژهش که خلاص شد دیگه پروژه را میگیرن. این پاکستان امی آلم به ضد طالبا دارن کار میکنن که طالبا را بترسانن. اگه شما هر پای مره داری گوش نمیکنی، خزینه دیگه هم به ضد شما داره. آقای حضرت علی، آیا فکر میکنید پاکستانی ها در امر مبارزه خود بعد در برابر طالبان صادق خواهند بود؟ تاریخ مصرف طالبان برای حکومت پاکستان و ISI تمام شده یا اینکه نخیر فقط میخواهند با جمع کردن رهبران و نظامیان افغانستان طالبان را بترسانند؟ والا ما فکر میکنم که بعضی طالبان هم روابط خوبی با پاکستانی ها دارند. ای که واقعیتش ایرم نمیفهمم که این مخالفتشان راست است، دروغ است، حقیقت داره، حقیقت نداره. ای تی پی پی که کل چیزا از این پاکستان جور شده میان افغانستان، از این طرف او طرف میرن، از اونجا این طرف میان. ما این بازی هایی که اینا دارن سرشان باور هم ندارم. من فکر میکنم که کل بازی های شاید هم ساختگی باشه. بسیار خوب. پس شما فکر میکنید پاکستان، حکومت پاکستان در امر مبارزه با گروه طالبان صادق نخواهند بود و فقط استفاده ابزاری خود را خواهند کرد؟ به هیچ کسی پاکستانی ها صادق نیستند و همه یعنی حرکت خوب انجام نمیدن. بسیار خوب. احمد مسعود جز کسانی هست که پاکستانی ها از او دعوت کرده باشن؟ خب به دلیلی که شما میدانید احمد شاه مسعود سالهای سال در پاکستان زندگی کرد و در نبردهای اول خود حتی از سوی پاکستانی ها حمایت شد. ممکن رابطه امرایشان یا اوی در دوشنبه رفت آمد پاکستانی ها کده باشن، امرایش دیده باشن، صحبت کده باشن. هر کسی صحبت یک آدمی که یکی های میرسه یکی دیگر حق دارن که صحبت بکنن. ای که باید چه موافقه رسیدن ای تو چیزی اطلاعی نداریم، ولی رابطه شانم رد نمیتونم بکنم، حتما شاید رابطه داشته باشم. بسیار خوب. سپاسگزار هستم از شما آقای حضرت علی از اینکه فرصت دادید تا با شما صحبت کنیم. بسیار تند و سریع و دیالوگوار مباحث بسیار زیاد مهمی را مباحث را یاد کردیم و صحبت کردیم. من امیدوار هستم که آینده افغانستان هرچه است به خیر باشه،
هر کاری اگر میخواد صورت بگیره به خیر مردم افغانستان و بدون خونریزی باشه، بدون جنگ باشه. آقای حضرت علی، مردم افغانستان از جنگ خسته شدن، برای رسیدن به قدرت تعدادی قرار نیست که مردم که در اون جغرافیا زندگی میکنن متوجه خطر شوند. من این نظر شما را دارم. ببینیم، نصف افغانستان مهاجر شد، چیزاش در ایران هستن، چیزاش در پاکستان هستن، چیزاش در اروپا، در کشتی ها خراب میشن. اگر مردم افغانستان دگاهشان را پیدا کنن، شاید هم کلگی فرار کنن. امیال هم در بدخشان تظاهرات، در مشرقی تظاهرات، در دیگر ولایت ها تظاهرات، مشکلات داره. او طرف تو روستا کل افغانستان جمع هستن، او طرف همسایه هم نوبتی گروه کار میکنن. اینمی چیزایی که امروز آمده، فکر میکنم که این وقت هم تیر میشه. مردم افغانستان چیزی که کشته شدن، مهاجر شدن، بیخانه شدن، ولی فکر میکنم که کلگی جمع شوند، یک حکومت که کل قبول مردم کل افغانستان باشه، یک نظام جور شده که کل مردم افغانستان در او باید خود ببینن. اینمی رقم حکومت باید بیاید که کل افغانستان در او جمع شوند، از خودم دفاع بکنن، از مردمش هم دفاع بکنن. امیال هم میبینیم که با طالب هم در مشکل روبرو شده. ما مردم که چه رقم اینمی رقم در فدر شدیم، طالب هم اینمی کار داره. امروز میبینی شما که بسیار با جنجال روبرو هستن. غیر از اینکه یک صلح نکنیم، یک حکومت همشمول کل قبول مردم باشه جور نشه، را فکر کنیم رای دیگه با جنگ مسئله فکر کنیم که حل نخواهد. بسیار سپاسگزارم شما آقای حضرت علی، وکیل پیشین پارلمان افغانستان و یکی از فرماندهان و نامیان جهاد و مقاومت در افغانستان. سپاسگزارم از شما که وقت دادید. به امید روزی که در افغانستان، در کابل، در یک برنامه تلویزیونی بنشینیم و از کشور آباد و صلح‌آمیز قصه کنیم. تشکر دادتان. بازم کمی چه شد دیگه ما را ببخشید. نه، خواهش میکنم. خواهش میکنم. بسیار بحث خوب، بسیار بحث متفاوت بود. با آرزوی موفقیت برای شما. سپاسگزار و خدا نگهدار. بخیر. دیگه یک خرپ دیگه هم من میخوام بزنم. اگر شما میخوای که درباره جبهه مقاومت کلگی والا یکی هستن سخنگو داریم، میتونی که بیشتر بعضی معلومات ها را ما باید از خود چیزی که دارم او میتونم آزاد صحبت بکنیم. چیزی که باز اوجه نمیتانیم اونم اوجه سخنگو داریم، باید از طریق اونا صحبت بکنیم که همون چیزی معلومات هایی که بیشتر شاید به دستان بیاید. شاید هم اونمون باید چیزا را ما گفته شاید گفته نتانه. از این خاطر که ما فیصله کردیم که یک سخنگو داریم از طریق از اینکه پیش بروی. من سعی میکنم با جبهه مقاومت در ارتباط شوم، اما جناب آقای حضرت علی متاسفانه جبهه مقاومت تقریبا در امر برخورد با رسانه ها همتراز با گروه طالبان قرار گرفته و با رسانه هایی که بی محابا، بی دلیل و بی وقفه از جبهه مقاومت تعریف نکنند و تمجید نکنند، نمیخواین رابطه ای داشته باشند. و من متاسفانه با عنوان یک خبرنگار نمیتونم بی دلیل و بی جهت و بی بنیاد از جبهه مقاومت تعریف کنم. و گاهی اگر نقد های به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و عملکرد جبهه مقاومت دارم، این باعث شده که جبهه مقاومت برنامه کاکتوس و ما را در لیست سیاه خود قرار بده و حاضر نباشه که با ما گفتگو کنه. که این متاسفانه در این امر ما احمد مسعود و ملا هیبت الله را در یک قطار قرار میتونم، به دلیلی که دیدگاهشان در رابطه با رسانه ها کاملا مشابه به یکدیگر است. تشکر از شما آقای حضرت علی. تشکر. زنده باشید و خدا نگهدار. تشکر از شما دوستان و هموطنان گرامی. من امیدوار هستم که همه سیاسیون افغانستان در هر رده سنی که هستند، مثل احمد مسعود جوان هستند یا مثل نمیدانم مارشال عبدالرشید دوستم پیر هستند و با تجربه تر هستند، به جوانان و به نسل جوان افغانستان احترام بگذاره که دیگر بی دلیل قرار نیست که ما از کسی حمایت کنیم. ما قرار است که بپرسیم، ما قرار است که ابتدا قناعت کنیم، ابتدا منطق ببینیم و با منطق با ما گفتگو شوه و سپس یا خودمان به عنوان یک رهبر ظهور کنیم یا قیادت کسی را بپذیریم. پس قرار نیست که ما بی بنیاد
هیچ چیزی را پس از این قبول کنیم. چیزی که به ذهن ما میرسه که باید بپرسیم را میپرسیم و از هیچ کسی هم ابایی نخواهیم داشت، با احترام به تمامی اصول روابط و ضوابطی که در امر خبرنگاری و کار رسانه‌ای وجود دارد. سپاسگزار. خدا نگهدار.